خوش اومدید همگی شبات و موراخ. امیدوارم که شبات خوبی رو پشت سر گذاشتید و امروز به امید خدا فصل چهارم رو با همدیگه شروع می و با وجود اینکه هفته پیش هم فصل چهارم رو شروع کردیم به امید خدا و طبق درخواست بقیه این اول فصل رو از دوباره آغاز می تا اینکه بتونیم با طول مدت بیشتری درباره اون صحبت کنیم کمی هفته پیش کلاس کوتاه بود و امیدوارم اونایی هم که دیدم در آغاز کلاس نوشتن که وایس کلاس قبلی رو خاص دارن به با امید خدا این وایس کلاس امروز جایگزین اون هم خواهد بود در جلد دوم کتاب تنیا شعر های خود و مونا دروازه یگانگی و ایمان به خدا فصل چهارم رو با هم دیگه شروع می کنیم. فصل چهارم در واقع ادامه از فصل‌های قبل کلا تمامی فصل‌ها به هم دیگه ربط داره در فصل سوم چیزی که یاد گرفتیم و درباره این موضوع داشتیم صحبت می کردیم درباره قدرت الهی و به عنوان یک مثال از نور آفتاب که از خورشید میاد استفاده کردیم و توضیح داده شد که چجوری اون نور آفتاب با وجود اینکه برای خودش به نظر میاد به صورت جداگانه وجود داره برای مثال روی زمین آفتاب داره میتابه ولیکن این نور قسمتی از خود خورشید هستش ولیکن همین نور در خود خورشید کاملا ندیده حساب میشه اصلا نمیتونه از خودش وجودی نشون بده وقتی اونجا در مرکز اصلی خودشه به عنوان هیچ حساب میشه فقط به خاطر اینکه اینقدر دوره و به جاهای دوردست میرسه اون وقتی که به نظر میاد از خودش یک هویتی داره و به همین صورت از اون ادم از داشت به ما یاد میداد درباره خداوند و قدرت الهی قدرت آفرینش و اینی که حتی در دنیاهایی که آفریده شده و دنیای ما که از همه به قول معروف دورتر و یا به لح... به نحو دیگه میگیم پایینتر از همه دنیاهای دیگه هستش از نظر روحانیت بازم این قوای الهی که داره هر روز دنیا رو به وجود میاره به خود خدا با خود خدا کاملا متصل هستش و سوالی که در آخر فصل سوم پیش اومد این بود که ادمون رزاکین گفت تفاوتی اینجا وجود داره بین این مثالی که زدیم خورشید و نور و آفتاب و اون جنبه که داریم صحبت میکنیم خداوند و قلوت الهی و تفاوت اینه که در اون مثال که مثال کامل و خوبی نیست چرا به خاطر اینکه در واقع نور و آفتاب درسته که انشاء پیدا میکنه از خود خورشید و در درون خورشید جزشی نداره و نمایانگر خورشید هستش ولیکن بازم نور آفتاب فقط و فقط یک انشاء از خورشید کما اینکه اگر خورشید نباشه وقت نور آفتابم اینجا وجود نداره خورشید سر جاش هستش و فقط این نورشه که این پایین میرسه یک انعکاس کمی از خود خورشید ولی که ادون رضا توضیح داد که وقتی درباره خداوند داریم صحبت میکنیم و قدرت الهی که در آفرینش دنیاها وجود داره و الان هم وجود داره به این صورت نیست چرا به خاطر اینکه در واقع خود خدا نه یک انعکاسی نه, نه یک نوری بلکه خود خدا در همه جا به همون صورت وجود داره دقیقا همون جوری که در بالاترین درجه بخوایم تصور کنیم قدرت الهی رو و درجه الهی رو همون درجه الهی و خداوند اطبوتو اومهوتو در واقع در هر دنیایی وجود داره که این در واقع این جنبه شبیه اون مثالی نیست که استفاده کردیم که خورشید یک جاست و نورش میرسه به جاهای دیگه و سوالی که از این پیش میاد اینه که خب اگر خداوند همه جا هستش در هر دنیا در هر درجه ای تنها فقط یک ذره ای از اون نیستش یک انکاسی از اون نیست ولی بلکه خود خداست پس چرا دنیاها و بقیه موجودات و دنیای جسمانی ما حس نمیکنن کنن این الهیتو چرا در همه جا این بدیهی نیست که خود خداوند همه جا وجود داره مسلمان در دنیای جسمانی ما وقتی این ورون رو نگاه میکنیم این موضوع اصلا بدیهی نیست که خود خداوند در این دنیای جسمانی ما وجود داره و برای توضیح این سواله که عدمور ازاکن الان اول فصل چهارم شروع میکنه به توضیح دادن میریم سر جزبه هایی که خدمتتون هست فصل چهارم یا روی اسکرین میتونید تماشا کنید و یا اینکه دانلودش کنید که با هم دیگه بتونیم یاد بگیریم که اینه کتیب که شمش و ماگن هشم الکیم در پاسوک در کتاب تهلیم در فصل 84 نوشته شده که خداوند مثل یک مثل یک خورشید و یک سپر هستش برای الوکیم همونجوری که آشنایی داریم لغت مختلف نام مختلف استفاده میشه برای ذکر کردن خداوند برای اشاره کردن به خداوند و معروف ترینش اسمی هستش که چهار تا حروف داره یود و هی و واو و, و هی که اون رو وقتی میخوایم بخونیم به صورت ادو و نای اونو تلفظ میکنیم باروخ اتا و بعدش میگیم ادو و بعدش هم نای که مسلما اسم خداوند رو بی بیهوده بگیم واسه همین بینش فاصله میذاریم و اتفاقا دلیلش هم که خیلی ها بین خسیدیم و در کبالا به جای که اصلا سعی کنن بگن ادو و بعدش هم نای به اون اسم خدا میگن هویه به اینجور لقبی بهش میدن که اجازه باشه بگیم پس بالاترین درجه اسم خداوند یود و هی و واو و هی که اسم هوایه هستش اسم دیگه ای هست که به اون میگیم الوکیم خیلی ها برای مثال میگن الوکیم گادل خدا بزرگه و آیا اینا چه تفاوتی دارن؟ اینا جنبه های مختلف هستن همونجوری که الان بیشتر در اون یاد خواهیم گرفت و اون اینه که هوایه یود و هی و و هی، بالاترین درجه اسم و شناخت خداونده و اسم الوکیم نامی از خدا که در واقع جنبه قدرتیه که به دنیاها میتونه رب داشته باشه که دنیاها میتونن اون رو تا حدی جذب کنن و تا حدی اون رو دریافت کنن پس در واقع اسم الوکیم اسمی از خداونده با درجه ای از الهیت که کمی پوشیده شده خود الهیته ولی به نحو پوشیده تری خودش رو نشون میده نمایان میکنه در دنیا و این دقیقا چیزیه که در کتاب تهلیم داوید هم نوشته که همونجوری که خیلی دفعات زیاد این روزه کردیم که داوید هم در واقع نه تنها یکی از علمای قبالا بود بلکه تقریبا تمامی کتابش و همچنین به خصوص کتاب های شلو و غیره اینا مملو از شیورها درس هایی که در قبالا وجود داره پس در این پاسوک داوید عبدالخ میگه که شمشون ماگن هوای الوکیم که به عنوان یک خورشید و یک سپر اسم خداوند هویه هستش برای اون یکی اسم خداوند به نام الوکیم که یعنی اون رو میپوشونه اوکی و یا بهتر بگم به فارسی شاید ترجمهش تر باشه گفتن اینی که اسم الوکیم که اسمیه که پوشش بیشتری داره در نور الهیت اون به عنوان یک پوشش هستش برای اسم هوایه اون اسم بالاتر پس در واقع اسم الوکیم به عنوان یک پوشش و سپری هستش برای اسم یود هی و واو و هی این چیزیه که داوید عملاق در اونجا میگه و حالا عدم رزاکن این رو توضیح میده پروش ماگن هون نرتک شمش معنای ماگن چی هستش به صورت لغوی ترجمهش میکنیم سپر ولی که کلن معنای ماگن یک چیزیه که مثل پوشش برای مثال الان میاره از پاسوک های مختلف همونجوری که به قول معروف یک شمشیری میره توی پوشش خودش وقتی اونو غلاف میکنن که نمیخوان استفادهش بکنن اون پوشش بهش میگن نرتک یه چیزیه که یه چیز دیگر رو میپوشونه پروش ماگن هون نرتک و شمش در واقع این لغت ماگن مثل یک پوششی که برای خورشید هستش لاهاگن شیوخ ده دسابلو همون جوری که نور خورشید احتیاج داره که یک جبی یه چیزی وجود داشته باشه که جلوی نور قوی اون رو بگیره تا اینکه همه مخلوقات بتونن نور خورشید رو تحمل کنن سو so, به همین صورت اینجا درباره نور الهیت صحبت میشه که من ما ربات انزال همون جوری که خخامیم ما این رو ذکر کردن که لاتی لابا در آینده یکی از چیزهایی که در کتب انبیا توضیح داده شده اینه که در آینده وقتی ماشیخ بیاد هکدش بارخو مدسی خما مینرتکا خداوند خورشید رو از پوشش خودش میاره بیرون رشاییم نیدونیم با و اون وقتی که ظالمان به وسیله اون مجازات میشن منظورش چیه از این پاسوک که توی گماره عوادزارا درباره همچین چیزی نوشته درباره این گفته که وقتی ماشیخ میاد همچین اتفاقی میفته منظور اینه که در ایام ماشیخ کلن پوشش الهی همش ریخته میشه و نور پرازمت خداوند به صورت بسیار قوی تری آشکار میشه و از اونجایی که رشاییم اونایی که ظالمان هستند در طی زندگیشون خودشون رو برای همچین چیزی آماده نکردن به صورت صحیح زندگی نکردن پس بنابراین نشاماشون و بدنشون تمام زندگی جسمانیشون هیچ چیزی به, به اندازه کافی به درجه نرسیده که بتونه روحانیت بالاتری رو تحمل کنه پس بنابراین در ایام ما شیخ وقتی که اون درجه عمیق و بالا مقام الهیت آشکار میشه برای اون ظالمان این در واقع یک رنج خواهد بود از اینکه نمیتونن این رو تحمل کنن او که مش تک هنرتک ماگن بعد که برای یک برای خورشید یک پوششی وجود داره کاخشم الوکیم مگین لشم هوای بارخو به همین صورت اسم الوکیم مثل یک پوششیه برای اون اسم اصلی و بالاتر مقام ادنای و یا هویه. ده شم هوایه پیروشوش تکلم ایندهش اسم هویه اون اسم بالاتر از کلند بر حسب همون جوری هم که نوشته میشه چهار تا حروفش که یود و هی و وا و هی هستش که ریشه این لغت از وجود داشتن هستش از بودن و در واقع چی رو توصیف میکنه اون اسم خداوند اون ماهیت حکدش رو از نظر اینکه از همه حد ها خداوند بالاتره خداوند همه رو همه چیز رو از هیچی از نبودن به وجود آورده و حیود شد از پولا شهی بلاشون هوه و تامید و اون اسم خداوند که با یود شروع میشه یود و هی و و و هی از نظر گرامر ابری اضافه کردن اون یود در اول کاری میکنه که هر فعلی به صورت همیشگی معنا بده به این معنا که لغت کلن اسم خداوند هوایه یود و هی و وا و هی که به عنوان جوری که تلفظش میکنیم میخونیمش میگیم ادو و بعدش هم نای توی برخواه حروفاش معنای ابریشون بودن هستش یعنی هایا هوه و یهیه اونی که بوده هستش و خواهد بود که این توصیفی از خداوند که از زمان بالاتره چرا؟ به خاطر اینکه خداوند زمان و مکان رو آفریده پس تا از تمامی این حد و کرانها بالاتره و اون یودی که اول اسم خداوند هستش از نظر گرامر این معنی رو میده که یک حالتیه اون چیزی که خداوند داره همه چیز رو به وجود میاره به صورت همیشگی داره اتفاق میفته و برای این نوع گرامر ابری ادمور یک مثال میاره که پیروش راشی یا پاسوک همونجوری که راشی حکادش در کتاب ایوب وقتی در یکی از پاسوکا اونجا نوشته که کاخای خواهی اصه ایوب کل هایامیم به صورتی نوشته که یا اصه و ترجمهش اینه که به این صورت ایوب انجام میداد همیشه یه کاری رو همیشه انجام میداد پس کاری که همیشگی هستش و داره هی hey! اتفاق میفته اولش حرف یود به اون فعل اضافه میشه و معنای تمامی این گرامر و همه چیز در موردی که ما داریم صحبت میکنیم چی هستش و هنوها خیلی به خود رگماماش به خود ها برویم اون قدرت زندگانی که داره جاری میشه در هر آن و در هر ثانیه به تمامی موجودات میموتا پیهشم که همه اونا از کجا میاد از اون گفتاری که به اصطلاح گفتار از از دهان خداوند بیرون اومده و این رو دربارهش در فصل اول خیلی صحبت کردیم معنای گفتار یعنی چی و معنای دهان یعنی چی وقتی داریم درباره خداوندی صحبت میکنیم که هیچ بدنی نداره و این رو بیشتر در صحبت خواهیم کرد و به صورت فقط خلاصه برای اونایی که ممکنه در کلاس قبلی شرکت نکردن و اون اینه که اصطلاح گفتار بیان و یا لغت و یا حروف و یا دهان درباره خداوند وقتی همچین چیزی صحبت می در واقع جسمانی نیست بلکه هر مرحله ای از از درخشیدن نور الهی به این دنیا اینه که خداوند یک درجه روحانیت رو آشکار میکنه به اون به زبون ما به اصطلاح گفتار بیان و حروف نامیده میشه همونجوری که گفتار و بیان برای یک انسان زمانی اتفاق میفته که میخواد افکار درونی خودشو به یک نفر دیگه توضیح بده به همین صورت وقتی که قدرت های الهیت داره آشکار میشه به دنیاها به دنیای ما به بقیه این آشکار شدن آشکار شدن انرژی الهی قدرت الهی به نام گفتار بیان و حروف نامیده میشه و از اونجایی که در تورا باید به نحوی صحبت بشه که ماها آدم بتونیم درک بکنیم پس بنابراین در کتب تورا و انبیا بسیار پره از این نوع استلاحا ها که درباره خداوند به صورت تقریبا انسانی صحبت میکنه و حتی در دعاهامون میگیم ای خداوند دست بزرگوار تو دست خیر تو و غیره مثلا که خداوند بدنی نداره و دستی نداره بلکه برای آدمیزاد وقتی که میخواین صحبت کنیم درباره اینکه خداوند به چه نحوی با رحم و مروت به همه میرسونه میگه اون دست بزرگوار تو دست بخشنده تو اصطلاحیه ولی نه اینکه واقعا خداوند دست داره به همین صورت وقتی داریم درباره بیان صحبت میکنیم درباره گفتار صحبت میکنیم درباره دهان و غیره اینا فقط همش استدلاله ولی که هر کدوم در واقع یه جنبه روحانی داره سمبولی از یک قدرت الهی و یک و همچنین جاری شدن یکی از نورهای الهی پس دوباره برمیگردیم سر این چند جمله و هر نوع خیوت انشبا به خود رگ به این معنا که اون قدرت زندگانی که هر ثانیه و هر آن داره جاری میشه به خود ها برویم به تمامی موجودات میموتسا پی هشم از, ها از اون چیزی که از دهان خداوند بیرون اومده و روخو و از دم خداوند او محوه اتام اینلیش به خود رگه و این گفتار و اون بیان و یا قدرت الهی هستش که همه چیز رو از نبودن به بودن تبدیل میکنه کلو دایلا به مش نیرو به ششدی می برشید لیو کایم این بازه چرا به خاطر اینکه کافی نیست برای هیچ چیزی که توی دنیا هست اینه که در اول شش روز آفرینش اینا به وجود اومدن اینه نیست که یک بار خداوند یه چیزی رو به وجود آورده برای مثال کوه دشت درخت ها, ها و ستاره ها و خورشید و غیره و بعد ول کرده همه اینا رو از اونجایی که آفرینش به وجود اومدن همه اینها از هیچ بوده بنابراین اگر هر ثانیه خداوند اینها رو دوباره نعافرینه همه چیز برمیگرده به اون حالت قبلی که مش کاتول این همونجوری که این به صورت گسترده تری در پرک دوم در فصل دوم این بخش تنیا دوارش یاد گرفتیم و صحبت شد و اینه به سیدوی و خواب شده کدش خوب در توصیف تمامی شایستگی های خداوند وقتی میخوایم خداوند رو ستایش بکنیم کتیو هگادل صفت هایی استفاده میکنیم برای مثال میگیم خداوندی که هگادل که بزرگواره هگی بر که قدرتمنده خود و غیره او پیروش هگادل آیا معنی اون چیه وقتی میگیم خداوند, خداوند بزرگ آیا داریم تصور میکنیم که یک موجود جسمانی وجود داره که از نظر اندازه و قد خیلی بزرگتر از بقیه است پس آیا منظور چیه وقتی میگیم خداوند بزرگ در واقع لغت بزرگ گادول اینجا چیزی که داره صحبت میشه دربارهش بهش اشاره میشه درباره خصلت مهربونیه که داریم درباره درجه مهربونی الهیت صحبت میکنیم و مهربونی یعنی چی؟ برای ما انسان ها وقتی درباره مهربونی صحبت می کنیم برای ما یعنی این که به یه نفر دیگه کمک کردن یه نفر رو از ناراحتی نجات دادن و خیر بودن و غیره به این صورت میگه یه نفر مهربونه در واقع مهربونی در بساره مهربونی ماها انسان ها یعنی اینکه وقتی یه نفر از خودش مایه میذاره یا از پولی که به دست آورده میده به بقیه و یا از احساساتش میده به بقیه کمک احساسی به اونا میکنه که ببینه توی دلشون چه خبره و یا از خودش وقت میذاره که به بقیه کمک کنه و یا از خودش قوت فکری میذاره راه حل و جلوش پایشون بذاره همه اینا در واقع قدم‌های مختلفی هستند در توصیف لغت مهربانی. پس در واقع مهربونی این نیست که فقط یه لغت قشنگ گفته بشه بلکه هر حرکتی هر چیزی که ما نسبت به یه نفر دیگه انجام میدیم که اجازه میدیم از خودمون یه چیزی در واقع جاری بشه به یه نفر دیگه حالا چه اون وقتمون باشه چه قدرت فکریمون باشه چه احساساتمون باشه چه پولمون بشه اینه که اجازه میدیم بقیه از ما مستفیز بشن به این میگیم مهربونی پس در واقع این معنای عمیق مهربونیه وقتی درباره الهیت داریم صحبت میکنیم وقتی میگیم خدای بزرگوار یعنی خدایی که مهربونه منظورمون خداییه که اجازه داد و تصمیم گرفت که چیزهای دیگه ای هم وجود داشته باشن و اینکه به چیزهای دیگه جون ببخشه به صورت متداوم پس در واقع این رو که اصل نیکی هستش گسترش از خود دادن این درجه مهربونیه برای ماها ترجمهش برای انسانها دادن وقت افکار احساس و یا پول هستش وقتی درباره خداوند صحبت میکنیم اینکه موجودات وجود داشته باشند و بتونن زندگی کنن و هر ثانیه اونا رو پایدار نگه داره به این میگن گادول و یا گدولا بزرگواری خداوند به این تو به خود آلامات رو بریویم و همچنین اینی که پخش بشه این قدرت حیات در تمامی دنیا ها و در تمامی مخلوقات لعین کتر تخلیت بدون هیچ حد و کرانی همونجور که میبینیم تا چه انواع و اقسام میلیون ها و بیلیون ها انواع مختلف چیزهایی وجود دارن که به وجود اومدن و هر ثانیه خداوند داره به اونا جون میبخشه لیود به روی معین که اینا باقی بمونند به عنوان یک موجودی که الان وجود داره از هیچ چیز الان اومده از نبودن اومده به حالت بودن و کیامین به خست خینام و در واقع همشون پایدار هستن به خاطر خست مهربونی خینام به قول معروف میگن مفت و مجانی نه به خاطر اینکه که سزاوار بودن نه به خاطر اینکه کاری کردن و غیره نه فقط و فقط به خاطر خست خینام مهربونی مطلق الهیت اینه که تصمیم گرفت و میذاره و ادامه میده که به همه چی جون بخشیده بشه و نیکره گدولا و این توصیف ستایش درباره خداوند وقتی میگیم خداوند بزرگ چرا میگیم بزرگ و بزرگواری نامیده میشه بخاطر این که با آم میگی دولاتو شد خوب بیخ و به خاطر اینکه از بزرگواری خداوند این منشه شده از خود خداوند بخاطر که گادول هشم و دولاتو این به خاطر اینکه که که همیشه میگیم که خداوند بسیار بزرگواره و بزرگواری اون هیچ حد و کرانی نداره ولاخن کن خیاط به تبود معین لیش دو برویم این کس پس بنابراین به خاطر اینکه بزرگواری اون حد و کرانی نداره پس بنابراین نتیجهش اونه که تمامی دنیاها و موجودات بدون هیچ حد و کرانی به همچنین انواع اقسام موجودات و مختلف قدرت زندگیشون رو از خداوند دریافت میکنن نه تنها دنیای جسمانی که ما میتونیم درک بکنیم و ببینیم با چشمامون بلکه حتی درجاتی و چیزهایی که نمیتونیم درک کنیم مثل دنیاهای دنیا روحانی و همچنین چیزهایی که حتی در دنیای جسمانی ما هنوز کشف نکردیم و درک نکردیم چجوریه که با این همه تعداد بیحد و کران موجودات میتونه وجود داشته باشه به خاطر اینکه خداوند بیحد و کرانه اسفانه از, از قدرت بی‌حدکران الهیت موجودات بی‌حدکران میتونه به وجود بیاد شته و حتف هتیف از اون جایی که طبیعت اون چیزی که خوب باشه اینه که خوبی بکنه برای مثال در یک انسان یه انسانی که قلبش خوبه کلان طبیعتش اینه که این خوبی رو نسبت به بقیه نشون بده خوبی که فقط یه افکار یه نفره این در واقع آدم نمیگیم این آدم خوبیه آدم خوب اونه که نه تنها حس رو میکنه بلکه میره و انجام میده اون خوبی رو به هر نحوی شده به بقیه نشون میده و اینه که میده زو هی شیف خو شیل هر کدش بارو خوب اوکی صفحه بعدی اینجا و همونطوری که این میدا این خصلت در واقع به عنوان ستایشی از حکدش بارو خوب برای حکدش بارو خوب که هیچ که منحصر به فرده چرا به خاطر اینکه همچین ستایشی رو که با مهربونی همه چی به وجود بیاد نمیشه درباره هیچ چیز دیگه هیچ کس دیگه گفت این تنها تنها و تنها قدرت الهیه بهگم میداد زهیل مل و کل و و این خصلت که بهش میگیم خصلت بزرگواری و مهربونی و بخشنده و آفریدگار و غیره درسته که همه این ها را استفاده میکنیم کنیم ولی کن درباره این لغات حتی تنها چیزی و تا حدی که ما میتونیم صحبت کنیم و استفاده کنیم تا حدی که خودمون با حدکران انسانی از اونا استفاده میکنیم و میتونیم دوبارش فکر بکنیم حتی مهربونی برای ما مهربونی حد و جسمانی داره تا حد زندگانی و درک خودمون میفهمیم مهربونی یعنی چی ولی الان برای مثال فقط حتی یک مقدار مثل سر سوزنی یاد گرفتیم از معنای مهربونی وقتی داریم درباره درجات الهیت و قدرت الهی صحبت میکنیم که در اون درجه آیا مهربونی یعنی چی؟ اینه که همه چیز وجود داشته باشه این کوخ به سخ و شوم نیبرا و رو لحسگ میدازو به خاطر اینکه هیچ موجودی هیچ چیزی که آفریده شده امکان نداره قدرتش رو داشته باشه که حتی تا درجه بسیار کمی اون اصل و درجه اصلی آفریدگار خودش رو درک بکنه نه تنها ماها انسان ها که در دنیای جسمانی زندگی میکنیم که عقل ما درک ما حد و کران داره بلکه حتی در دنیاهای بالاتر نشامه هایی که در گنه دن هستند و همچنین حتی اونا نمیتونن به صورت صحیح و کامل الهیت رو درک بکنن و حتی فرشتگان مسلما نمیتونن الهیت رو درک بکنن چرا به خاطر اینکه از از اون نظر فرشتگان حتی درجهشون از ماها پایینتره فرشتگان همه آفریده شدن ماها درست بدنمون یه چیزیه که آفریده شده همونجوری که توی تورا در برشی نوشته ولی که نشامای ما یه قسمت از خود الهیته که اومده و الان ملبس شده در بدن و یک حالت جدیدی به خودش برگرفته پس مسلمان درجه ما از فرشته ها بالاتره پس این رو هیچ کسی نمیتونه درک بکنه برای هیچ موجودی و این قدرت الهی رو که بتونه از هیچ چیز و از نبودن یه بار همه چیز رو به وجود بیاره غیر ممکنه که کسی بتونه به اون دسترسی داشته باشه به درک اون یش حدا بخاطر این که حبریایش معن دا باشه معلوم میشه خدایان نیفرایم به خاطر اینکه آفرینش همه چیز از هیچ چیز چیزیه که کاملا بالاتر از درک و فهم انسانیته و همچنین بقیه مخلوقات که هی میمیدد گدولاتو شده کدش بارو خود چرا به خاطر این که این قدرت آفرینش که از هیچ چیز بتونه همه چیز رو به وجود بیاره جزوی از خصلت بزرگواری خداونده و هکدش بارو خود امیداتو اخدود پاشد و نکته مهمی که الان اینجا ذکر میکنه اینه که وقتی درباره خداوند صحبت میکنیم خداوند و اون خصلت هایی که به اون آ... توصیف درباره اون توصیف کنیم و میگیم خداوند مهربان و خداوند بخشنده خداوند بزرگوار خداوند قدرتمند و هرچی همه این خصلت ها با خود خداوند یکی هستند که در ایتاب از همونجوری که در کتاب زهر این نوشته شده در مقدمات زهر اونجا زوهر چی میگه؟ به زبان آرامی میگه گه ایهو و گرموهی خد که او و خصلت‌های های اون یکی هستن معنای این چیه که در زهر نوشته شده برای ما انسان ها و موجودات خصلت‌هایی هایی که داریم درسته که ممکنه بعضی ها عادت کرده باشن بهش و تا حدی میگیم حتی فلانی خیلی مهربونه اصلا مهربونی اونه اصلا تمام زندگیش مهربونیه و غیره چرا به خاطر اینکه اون عادت کرده به این صورت رفتار بکنه و ما عادت کردیم که به این صورت ببینیم اون همیشه رفتار میکنه ولی در واقع این نو ها این نو ها جدا هستن از خود شخص تنها چیزی که هست ممکنه یه نفر همچین خصلتی رو به صورت همیشگی و یا به صورت اکثر وقت ها این رو در آغوش گرفته و به این صورت زندگی میکنه و اتفاقا میبینیم که بعضی ها امکان داره در طی زندگیشون بعضی از صفت هاشون عوض بشه یه نفر ممکنه آدم بدی باشه بعدش یه باره توبه میکنه کاملا خوب میشه یه نفر آدم خوبی بوده یه بار تصمیم عوض میشه و میره به راه بعد یه نفر خیلی خیر بوده یه بار ممکنه دیگه خیر نباشه یه نفر زود از کوره در میرفته بعد رو خودش کار میکنه دیگه از, از کوره در نمیره پس میبینیم که صفت ها میتونن عوض بشن چرا به خاطر اینکه صفت ها در واقع با ما یکی نیستن ما انسان ها میتونیم روی صفت ها کار بکنیم و اونا رو عوض کنیم به درجات بهتری برسونیم و یا خدایی نکرده سر بخوریم بریم پایین و اون صفت ها خراب بشه در ما ولیکن چیزی که ظاهر داره میگه اینه که وقتی میگیم خداوند مهربان خداوند بزرگوار و غیره اون صفت ها با وجود این که به وسیله خداوند آفریده شدن یعنی اینکه خداوند در واقع از هر نوع صفتی بالاتره اینی که بخوایم بگیم خداوند مهربونه و یا بزرگواره و یا و قدرتمنده و یا هر چی حتی این خودش یک نوع حد و کرانه برای خداوند پس در واقع اصل خداوند حتی از اونا بالاتره مهربونی رو کیا فریده خداوند قدرت رو کیا فریده خداوند و تمامی خصلت‌ها و صفتهایی که درباره حک و, و خو اون رو ستایش میکنیم به اون نفای مختلف اینا همش آفری شده آفریده شده با خداوند تنها فرقی که داره اینه که بالعکس ما انسانها که صفت هامون جدا هستند از ما اون درجاتی که خداوند آفریده من جمله بزرگواری و خسد و گوورا و غیره تمامی اون سفیروت همه اونا با خود خداوند در واقع یکی هستند. او خشم این بی سخل نیورا لحسیگ بر او می یک ثانیه برمی گردیم سر این بی خولت شوم سخل نیورا لحسیگ بر او لحسی برو. و همونجوری که غیر ممکنه برای هیچ نوع چیزی که آفریده شده که بتونه آفریدگار خودش رو درک بکنه، کخ عینو یا خود هستیک میدوتاف به همین صورت غیر ممکنه که هیچ چیزی که آفریده شده بتونه خصلت‌های و های آفریدگار خودش رو درک بکنه. پس یعنی اینجا چیزی که داریم صحبت میکنیم اینه که با وجود اینکه ما به عنوان یک انسان عادت داریم و ظرفیتش رو داریم که درباره خصلت‌های های خودمون صحبت بکنیم خصلت ها و صفت های توی جامعه صحبت بکنیم و غیره اینو باید در فکر داشته باشیم که داریم فقط اونا رو در حدکران زندگانی جسمانی خودمون درک میکنیم ولی کن وقتی درباره الهیت داریم صحبت میکنیم همون لغت ها همون توصیف ها کاملا درجات دیگه داره عمیقتر بالاتر تا حدی که ما هیچ دسترسی به اونها نداریم او که مش این بی خودش شوم سخ نیورا می میداد گدولاتو و همونجوری که غیر ممکنه برای هیچ چیزی که آفریده شده که بتونه درک بکنه درجه بزرگواری خداوند رو شهی های خود لیبرود یش معین که بزرگواری منظرمون چیه اینی که خداوند میتونه از حالت هیچ چیزی وجود نداشتن همه چیز رو به وجود بیاره اولا خیوتو و اینکه همه به همه چیز جان ببخشه که دغتیف همونجوری که در تهلیم فصل 89 نوشته شده که اولام خسد دیوانه که دنیا به وسیله خسد مهربونی خدا ساخته شده یعنی اینکه وقتی خدا تصمیم گرفت که بذاره اجازه بده چیزهای دیگه ای وجود داشته باشه هیچ چیز دیگه غیر از وجود خودش وجود داشته باشه اون وقتی که تمامی دنیاها به وجود اومدن کف ممش این به خاطر درسیگ میدن که براتش را اگه داشت خوب تا حالا داشتیم درباره صحبت صحبت کردیم درباره یه درجه بزرگواری یعنی مهربانی خسد خداوند همونجوری که اون رو نمیتونیم درک بکنیم اینکه به چه نحوی خداوند همه چیز رو آفریده به خاطر بزرگواری خودش و این اون اصل آفرینش دنیا بوده در جای بزرگواری خداوند به همین صورت ما نمیتونیم صفت های دیگر رو درک بکنیم و اون صفت قدرت خداونده شهی میداد حتیم تو ممنیتید پشتو و منظور چی از قدرت؟ نه مثل ما آدمی زارا که وقتی درباره قدرت صحبت میکنیم داریم, داریم درباره بازوی یه نفر صحبت میکنیم که های چقدر قدرت داره بلکه وقتی درباره قدرت در نزد الهیت صحبت می کنیم منظورمون اون وری این عکسه یک بر عکس درجه اینه که خداوند به عنوان مهربونی اجازه داد همه دنیا ها با, با, نور جلال اون به وجود بیاد با انرژی الهی به وجود بیاد از اون طرف درجه قدرت منظور اون درجه ایه که میتونه جلوگیری بکنه و حد و کران بده به نحوی که اون نور بی انتهای الهی داره منور میشه در دنیا که هر دو تا اینا لازمه از یک طرف باید از طرف خداوند همه چی به وجود بیاد نور بی انتهای خداوند ولی از اون طرف این نور نمیتونه بی انتها باشه چرا به خاطر اینکه اگر بی انتها باشه بی حد و کران تمام موجودات ظرفیتش رو ندارن که اون نور رو تحمل کنن و غیر ممکنه که موجوداتی که حد و کران دارن بتونن از اون نور بی حد و کران به وجود بیاد به چه نحوی امکان پذیره وقتی که خداوند در عین حال اون نور بی انتهای خودش رو کنترل میکنه انقباز میده حد و کران براش میذاره تا حدی میپوشونه تا اینکه موجودات بتونن به وجود بیان و بتونن تحمل کنن اون نور الهی رو با وجود این که اصل و نور الهی نور بی انتهاست ولی برای اون موجودات یک پوششی روش گذاشته شده انقبازی خدا میده برای اون موجودات تا این رو به صورت کامل نتونن حس کنن و از بین برن و ظرفیتش رو نداشته باشن دقیقا تصور کنید مثل یک کارخونه برق که از مرکز برق میفرسته به یک قسمت از شهر درسته که اون برق برق بسیار پرقدرتیه که از اون کارخونه داره میاد از اون مرکز اداره برق ولیکن در هر ناحیه وقتی این فرا میرسه یک دستگاهی گذاشته میشه که این دستگاه در واقع قوت این برق و ورمی داره و به نحوی تبدیلش میکنه با که هنوز برقه و هنوز قدرت داره ولی به نحوی که اون ناحیه بتونه این رو تحمل کنه و بعد از اون سر هر خونه یک دستگاهی وجود داره که بازم این رو عوض میکنه تا این برقه بتونه به دریجه که هر خونه لازم داره تبدیل بشه وگرنه تمامی دستگاه هایی که توی خونه هستن ممکن همشون بسوزن و از بین برن چون ظرفیتش رو ندارن که اون قدرت اصلی برق از اداره برق داره میاد و به صورت کامل و خالص بتونن تحمل کنن دستگاه هایی توی خونه به اون صورت ساخته نشدن پس اداره برق باید کاری بکنه که اون برق اصلی که داره جاری میشه در قسمت در مراحل مختلف قدرتش کمتر بشه به همین صورت قدرت الهی و با وجود اینکه قدرت الهیت کامل در هر چیزی وجود داره تا اینکه به اون جون ببخشه و اون رو زنده نگه داره ولی که این نور این قدرت از دید مخلوقات پوشیده شده است تا اینکه بتونن تحمل کنن به این پوشش به زبان عبری و خسیدود و کبالا میگن سیمتوم که معنای تقریبیش به فارسی میشه انقباض. یک چیزی که هنوز وجود داره فقط در حالت کوچکتر. شهی میداد حتیمتوم امنیتی پشتو تخیید که این درجه گورای خداوند وقتی میگیم خداوند پرقدرت منظرمون چیه خداوندی که در عین حال نور الهی رو جاری میکنه تا همه چی به وجود بیاد بی حد و کران در عین حال اون رو میپوشونه و کنترل میکنه و اگر هر جایی لازم باشه حتی جلوی اون نور رو میگیره که این نور وقتی جاری میشه میگه دولات و میلی رد و گلود ورایم از بزرگواری خداوند تا اینکه بیاد پایین و خودشو آشکار بکنه بر تمامی موجودا لا خیوتا مولا به گیلو کی این به هستر پانیم پس قدرت اینی که این نور به صورت کامل خودشو با خودشو آشکار نکنه به صورت با قدرت کامل بلکه به نحوی که پوشیده باشه و اونا بتونن تحمل کنن به این میگن سیمتوم و جمعش به ابری میشه سیمتومیم یعنی این های بسیار زیاد شخیود میستتر به گوف در چنین مرحله اون قدرت زندگانی در واقع پوشیده میشه در جسم در وجود اون چیزی که به وجود اومده او گفت گفنی راهو داور بفنه اتما تا حدی که حتی به نظر میاد که وجود و برای مثال بدن اون چیزی که به وجود اومده یک مستقل برای خودش یک موجودیه که کاملا کاملا مستقله و هیچ ربطی به چیزی دیگه ای نداره مثل دنیای ما که همه یه حیوانات رو میبینیم همه آدما ها رو میبینیم و غیره و همه چی به نظر میاد که به راه خودش داره ادامه پیدا میکنه هر چیزی برای خودش زنده است و این و هتپشتود و و آروخنیوت که پشتود ها و آر شمش الهو داوار بپینه و اینجاست که تفاوت بزرگی وجود داره بین اون مثالی که زدیم نور و آفتاب و خورشید نسبت به موقعیتی که داریم صحبت میکنیم درباره قدرت الهی که همه دنیا رو دنیا ها رو به وجود میاره چرا به خاطر اینکه نور خورشید در واقع نور آفتاب که از خورشید میاد تا حدی برای خودش مستقل هست درسته که وابسته است به خورشید ولی خب اگر برای هر دلیلی خورشید محو شد برای هشت دقیقه بعد از اون هنوز نور آفتاب روی زمین خواهد بود چون طول میکشه حدود 8 دقیقه تا نور از خورشید سفر بکنه و برسه به زمین یعنی اینکه وقتی منشأ شد اون نور تا حدی برای خودش یه هویتی داره بعد از هشت دقیقه اگر خورشیدی نباشه آفتابم کاملا قطع میشه بلکه وقتی درباره قدرت الهی داریم صحبت می کنیم و آفرینش دنیا هین و حق هر دوتاش یکیه یعنی این که نیست که یه قدرت مجزا وجود داره از الهیت بلکه اون قدرت الهیت خالصه هر سان هر آن هر, هر آن هر ثانیه و هر آن و بدون قدرت الهی هیچ چیزی وجود نداره و ابش به امت این رو دوبار بپینه اتمو و با وجود این که نور خورشید برای خودش همون جوری که توی مثال گفتیم که نور آفتاب آم جداست از خورشید میکن مکم هنگ بورتاب شد حکدش بارخو اش کل یا خل سمت مخیر به همین صورت وقتی درباره خداوند داریم صحبت میکنیم و درباره بزرگواری صحبت میکنیم و یا الان که داریم درباره قدرت خداوند صحبت میکنیم و گفتیم قدرت خداوند منظورمون قدرت سیمتوم هستش انقباز نور بی انتهای الهی درسته که بالاخره این انقباز این سیمتوم خود خدا نیست خدا همچین چیزی رو آفریده ولی کن با خدا یکیه به صورت کامل که البته این یکی از مراحلیه که درک اون برای ما آدمی زادا سخته چرا به خاطر این که برای ماها انسان وقتی یه چیزی رو درست میکنه دیگه از خودش جداست یک میز و صندلی رو وقتی ما درست میکنیم اون میز و صندلی برای خودش مستقله یه نفر میتونه بذاره بره از این شهر بره یه کشور دیگه و اون میز و صندلی هنوز باقی میمونه به صورت مجزا ولی و... ولی کم خداوند که همه چیز از اون سرچشمه گرفته و به وسیله اون ادامه میده وجود داشته باشه پس بنابراین حتی قدرت گورا درجه قدرت درجه سیمتوم درجه انقباض با خود خدا یکیه از کل یا خلت سنتم و خواهید با روخ به تنیش پی هستی رو شلوی باطل گفت و نیورا به که تمامی این قدرتی که اجازه میده هر چیزی وجود داشته باشه و باطل نشه این با خود خداوند این قدرت یکیه و زه این به سخل شم نیورا دا هستیگ مهود از و هستر و ادمون میگه با وجود اینکه الان یه انگشتی روی این موضوع گذاشتیم و دربارهش به صورتی سطحی صحبت کردیم ایده ای نور الهی و سیمتوم ولیکن این در توانایی هیچ موجودی نیست توی دنیاها نه انسان و نه فرشته و غیره که بتونه واقعا درک بکنه اصل این موضوع سیمتوم انقباز نور الهی رو و پوشش نور الهی برای آفریده شدن دنیاها بشاییه اعفل پیکن گوف که به چه نحوی امکان داره که به وسیله هیچ نوع پوششی از نور الهی موجوداتی به وجود بیان که یهباره برای خودشون حس کنن مستقل هستن و وجود جسمانی دارن مشه این که مش یه خودت به سخل شوم نیفرال عسیق ماهوت این لایش همون همونجوری که کلا امکان پذیر نیست که از درک بکنیم ماها انسانها که چجوری از هیچ چیز وجود نداشتن یه باره میتونه دنیاها به وجود بیاد به همین صورت اون جزیاتش هم ما نمیتونیم درک بکنیم و اون اینه که چجوری امکان داره از قدرت بینهایت خداوند یه باره درجاتی وجود داشته باشه که حد و کران دارن و سیمتون و انقباض و پوشش و غیره پس تمامی اینها رو درسته که تا حدی دربارهش صحبت میکنیم و به صورت کلی میتونیم درک بکنیم که همچین موضوعی وجود داره ولی کن به صورت واقعی در عمق این موضوع فرو رفتن و به صورت کامل اینا رو درک کردن غیر ممکنه از, اون، اونجایی که ما آفریده شده هستیم و غیر ممکنه برای چیزایی که آفریده شدن که بتونن آفریدگار خودشون رو به صورت کامل و صحیح درک بکنن اوکی okay. این اتمام شیور امروز که در میونه در وسط فصل چهارم هستیم و به صورت عمیق و گسترده ای در دامنه درک آفریده شدن دنیا پیش رفتیم و داریم با جزیات بیشتری نحوه های و درجات مختلف آفرینش دنیا رو داریم درک میکنیم که همه اینا مسلما نه تنها به زودی در اتمام فصل جواب سوال ما خواهد بود که چرا خداوند و پس در این دنیا اگر در همه مخلوقات همه جای دنیا الهیت خود خدا وجود داره پس چرا ماها و بقیه مخلوقات نمیتونن اونا حس بکنن شروع کردیم در اون الان کمی صحبت کردن و اون سیمسوم هستش درجه انقباض نور الهی که این مسئول برای پوشوندن وجود الهیت در این دنیا و حتی در دنیاهای بالاتر ولی به صورت گسترده تری درباره این موضوع با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در کلاس های آینده به ذات اوکی بریم سر سوال ها و اوکی okay. ام um, تشکر از تمام کسایی که شرکت کردن آ, تمام خانم ها و بانوان که دوشیزگان که در این کلاس هستن به صورت زنده در پلتفرم کلاس و همچنین اونایی که دارن آ, گوش میکنن در یوتیوب و آ, فیسبوک و میخوام یادآوری کنم به همگی که برای کسایی که این مایل گوش کردن به این کلاس ها و یا تماشا کردنش هستن که در یوتیوب کانال فارسی تورا تمام کلاس هایی که پخش میشه همه اینا ضبط میشه و در اون کانال کانال فارسی تو را در یوتیوب وجود داره میتونید به اونجا مراجعه کنید و دوباره به این کلاس ها گوش کنید اوکی پیغام ها رو میخونم اینجا very nice اوکی همه یه شالم ما که به همه گفته شده و درودا که بسیار بجاز و شیرینه اوکی او اوکی okay. right. um, سوال به خصوصی من نمی در اینجا اوکی um, okay. um, غیر از همه تشکرات و همه دروت ها و غیره البته اگر سوالی وجود داشت میتونید صد درصد صد وام در تماس باشید طبق معمول uh, هر موقع سوالی وجود نداره میگم دو حالت داره uh, یا اینکه کلاس بسیار خوب بوده و همه چی خوب توضیح داده شده پس بنابراین سوالی باقی نمونده و یا اینکه اصلا هیچ چیزی واضح نبوده پس بنابراین هیچ سوالی وجود نداره امیدوارم که همه با همدیگه لذت برده باشیم از نکته های عمیقی که در کلاس امروز با همدیگه یاد گرفتیم اوکی بعد ساخا ربا ایشالا که بقیه هفتهتون هفته خوبی باشه به پیشباز شبات بریم و هر چه زودتر بتونیم شبات اصلی رو که صلح و صفا باشه برای تمامی دنیا در بیت سوم با هم دیگه جشن بگیریم. حتصا خاربا